زمان قرن 19 میلادی در ایران، تزرات علما و کلن دیانت اسلام چند قرنی بود که از علم به کلی به دور افتاده بود. دوران شکوفایی اسلام به پایان رسیده بود و علم در جهان اسلام محدود شده بود به مشتی احکام فقهی در مورد شکیات و سهویات و امثالی مثل این. حتی اون چیزی که به نام حکمت نامیده میشد فقط مباحثی لفظی بود که به هیچ وجه زندگی مردمان رو نیکوتر و زیباتر نمیکرد. بر اثر دو شکست فاحشی که ایران از امپراتوری روسیه در اون زمان خورده بود، یک حس حقارتی در جوامع اسلامی و خصوصا میان ایرانیان حس شده بود که تلاش میکردند راهی برونشو پیدا بکنند از این مخمصه و این ورطه. در این جو بود که حضرت باب ظاهر شد. بعدها زمانی که حضرت باب به دست حکومت وقت در تبریز به شهادت رسیدند، شخصی به نام محمد علی زنوزی همراه با ایشون به دار آویخته شدند و تیرباران شدند. این شخص در میان بهایان به لقب انیس ملقب است. انیس در مورد چند سال اول ظهور حضرت باب مطالبی رو بیان میکنه. میگه که در سالهای اول حضرت باب با خلق مدارا میکردند تا توجه اونها رو از شکیات و سهویات و مسائل فقهی جزئی که فروع هستند به سمت اصول حقیقی دیانت متوجه بکنند. بعد از اون بود که حضرت باب در مجلس ولیعهد مقام حقیقی خودشون رو با علما و امرا و ولیعهد و خب بقیه جامعه بابی در میون گذاشتند. در آذربایجان زمانی که حضرت باب در کوههای اونجا حبس بودند، حضرت باب در آثار خودشون در مورد ظهور بزرگتری سخن گفتند که نامش رو من یظهره الله گذاشتند. و در غرب نسبتاً بهتر از این سوی عالم بود. در اونجا عقل و اندیشه و خرد به اوج رشد خودش رسیده بود، منتها خاطرات تلخی از یک دو قرن پیش در ذهن بشر باقی مونده بود. دوران تفتیش عقاید، زمانی که گالیله حبس خانگی شد، زمانی که اندیشه هایی در زمین شناسی، در تئوری تکامل داروین و جریان فیزیک سبب شد که بسیاری از اعتقادات نسبت به دیانت سست بشه. اینه که در این زمان بزرگان اندیشمندان و فیلسوفان همگی با دین به مخالفت برخاستند. به عنوان مثال مارکس در اندیشه‌ای که عرضه کرده بود چنین بیان می‌کرد که دین افیون جامعه است. اینکه دین در واقع بر روی زنجیری که به پای مردم بسته شده، این بدبختی ها و این درد ها که میکشند، یک گل میگذاره تا اون زنجیر رو پنهان بکنه، فقط و فقط مردم رو دلخوش میکنه به یک دنیای دیگری که در اونجا اینها تلافی میشه. این سبب میشه که مردم در همین جا در تلاش نباشند برای پدید آوردن تغییر اجتماعی. بیان نیچه در فلسفه خودش اینطور بیان میکرد که چیزی که دین به پیروان خودش آموخته نیست مگر اخلاق بردگان. یعنی اون اخلاقیاتی که شایسته یک ارباب هست، دین اون رو مذموم تلقی میکنه. اگر ثروت شایسته است، دین اون رو مذموم تلقی میکنه. اگر قدرت شایسته است، دین در طلب قدرت بودن رو مضمون تلقی می‌کنه. و بدین سو او میگفت که دین اخلاق بردگان رو میخواد ترویج بده. در همین جو و همین زمان بود که حضرت بهاءالله امر خودش رو اعلان کرد. ایشون در کنار این که در آثار خودشون به تکرار بارها و بارها خرد و عقل و اندیشه رو ستایش کردند،
و فرمودند که حقیقتاً بزرگترین زیور آدمی علم و دانش است، و همین که فرمودند که آفتاب صنعت از افق غرب طالع هست و میبایستی از خرد و اندیشه بشری تمام سود رو برد، اما فرمودند که در کنار او تدین هم لازم هست به عنوان یک قلعه که اخلاق جهانی رو برای مردمان حفظ خواهد کرد. در واقع در دنیایی که در رو زندگی میکنیم، برای اینکه زندگی مردمان به سلامت در کنار هم دیگه طی بشه، حتما میبایستی یک استاندارد و اساسی برای اخلاق جهانی در میان باشه، و این استاندارد و اساس ریشه در ادیان آسمانی داشته. حضرت بهاءالله بدین سو تأکید می‌فرمایند که فهم دینی و حقیقت دینی زمانی فراتر خواهد رفت که ما از علم و دانش بشر سود برده باشیم. در کنار او این اساس برای اخلاق جهانی ممکن نمیشه مگر به نور دیانت.